سلام بینندگان عزیز، من نسرین هستم و به همراه یلنا با قسمت با جلسه سوم از برنامه من یک زن هستم در خدمت شما عزیزان هستیم. اما امروز هم عنوان جلسه ما یلنا با یه آیه از کلام خداست که من فکر میکنم یکی از معروفترین آیه هاست و ما خیلی زیاد این آیه رو شاید میخونیم یا میشنویم. این آیه در واقع کتاب جامعه باب 3 آیه 4 هست که میگه زمانی برای گریه، زمانی برای خنده، زمانی برای ماتم و زمانی برای شادی است. البته من فکر میکنم که ما تو این قسمت از برنامه با قسمت شادی آیه کاری نداریم و میخوایم بیشتر از قسمت ماتم و گریهش صحبت کنیم. یعنی در واقع ما میخوایم نسرین جان راجع به سوگواری صحبت کنیم. یه روندی که حالا یه روند خیلی طبیعیه که توی بیشتر، یعنی تو همه جوامع، حالا چه ما ایرانی ها چه خارجی ها، یه روند خیلی طبیعیه که بعد از دست دادن عزیزی در ما اتفاق میفته. یعنی اگه یه طور به طور خاص اگه بخوایم بگیم، اگه ما به سن بلوغ رسیده باشیم و یه عمری از ما گذشته باشه، حتما یه عزیزی رو از دست دادیم. آمار به ما میگه در واقع 100% مردم 100%شون میبینن. پس در واقع هیچ کی از این حالا بلای طبیعی مستثنا نیست. همه ما یک روزی به ملکوت خواهیم رفت و یک روز میمیریم. اما بعد مرگ اتفاقی که میفته، شرایط سوگواری به وجود میاد. یعنی حالا اون عزیزی که رفته، ما براش داریم سوگواری انجام میکنیم. ما حالا من میخوام اصلا سوگواری رو به دو قسمت بزرگ تقسیمش کنم. یه قسمتش ما شرقی ها هستیم، یه قسمتش غربی ها. دقیقا دنیای غربه. دقیقا که چقدر با هم این سوگواری و روش های سوگواری و روشی که با این مسئله نگاه میشه خیلی متفاوته. و واکنش هایی که نشون میدم، من یه تجربه دارم که یه من وقتی چون من وقتی مادرم رو از دست دادم آمریکا بودم، یعنی تازه ما یک سال بود که اومده بودیم آمریکا. و وقتی که این اتفاق افتاد، خوب یادمه که اعضای کلیسا اومدن پیش من که با من همدردی کنن، حالا همون روزی که شنیده بودم این موضوع، و بعد گفتن که ما میخوایم یه کاری بکنیم، چون تو پیش مادرت نبودی، چون توی اون مراسم توی کشور خودت با خانوادت نبودی و نتونستی با مادرت خدافظی کنی، ما میخوایم اینجا یه مراسمی رو برای مادرتو در واقع ترتیب بدیم که تو خودتو توی اون فضا احساس کنی و بتونی در واقع. جالب بود برای من که این عبارت رو به کار میبردن که با مادرت خداحافظی کنی. و یلنا انقدر متفاوت بود، یعنی خب اون چیزی که ما توی مملکت خودمون وقتی یه عزیزی از دست میدیم توی اون سوگواری ها که دائم، حالا دائم یا خودمون رو میزنیم یا زجه میزنیم، گریه میکنیم، یا اینکه اصلا در واقع اون روزایی که مراسم خاکسپاری، حتی اگه یه ذره مرتب بخوایم بریم زیر سوال میریم که این ببین اصلا ناراحت نیست، چرا لباس مرتب پوشیده اومده. یعنی حتما هم حالا باید به قول ژولی پولیو آشفته باشیم. ولی من دیدم که اینجا چقدر جالب بود که توی اون مراسم خب همه لباسای رسمی و مرتب پوشیده بودن، حتی حالا من و همسرم رامین که به قول خودمون صاحب اعضا بودیم، و می اومدن یکی یکی در واقع جمله که باعث واقعا تسلی میشه، یعنی واقعا همدردی میکردن با تو. و از همه جالبتر برای من این بود که یه تایمی رو در مورد خوبی های در واقع به نیکویی از اون فردی که رفته در واقع یاد میکردن و این خیلی برای من جالب بود. در واقع از تو خواستن که خاطرات و اون یاداوری که از تو مادرت میکنی یه خاطرات خوب باشه و بتونی تو از لحاظ ذهنی، از لحاظ روانی تو با مادرت خداحافظی کنی، یعنی به تو اجازه دادن که تو اون روند رو به صورت طبیعی طی بکنی.
حالا جالب اینه که حالا ما ایرانی ها میگیم ما یا از این ور پل میفتیم یا از اون ور پل میفتیم. ما کلن ایرانی ها وقتی که اصلا یه آدمی میمیره بقیه ما پشت سرش میمیریم. حالا بیایم بیشتر توی زندگی طبیعیمون انگار دیگه مختل میشه. برای مدت خیلی طولانی. من یادمه کوچیک که بودم پدر بزرگم که فوت کرده بود، حالا مادرم که سیاه پوشیده بود، همه سیاه پوشیده. من یادم نمیاد چند سالم، نه فکر کنم من تو دوران دبیرستان اتفاقم بودم. تو دوران دبیرستانم یادمه از من مثلا گفتن که تو هم باید لباس سیاه بپوشی. اوکی، ما هم لباس سیاه پوشیدیم. تلویزیون خاموش بود به مدت نمیدونم یک هفته، 40 روز نمیتونستیم تلویزیون نگاه بکنیم. بعد اصلا یه کاری که اصلا حالا جزء عادت‌های طبیعی روزانه خانوماست، مثلا رسیدم به بهداشت صورت، اینا رو هم مثلا این خانوما نمی‌کردن. من حتی الانشم، یعنی حالا این نیست که ما بگیم نسل قبلمون اینجوری، هنوزم این سنت‌ها ادامه داره. یعنی ما فکر می‌کنیم که هر چقدر از زندگی و زندگی کردن دست برداریم، روح اون شخص مرده رو شادتر می‌کنیم. ولی واقعا این نیست. حالا من مطمئنم اگه یک روزی من از دنیا برم، اون آرزویی که برای بچه‌هام و شوهرم و خانواده‌ام خواهم کرد اینه که اینا به زندگیشون ادامه بدم. و یه قسمت هم یلنا اینه که من فکر می‌کنم یه کمی هم ما به این نگاه می‌کنیم که حالا مردم در مورد ما چی فکر می‌کنن. دقیقا. من اگه الان مثلا یکی از عزیزانمو از دست دادم، اگه مرتب باشم یا اگه خیلی شیون نکنم، گریه نکنم، دیگران چی میگن؟ میگن از خداش بود که این زودتر بره، یا ببین اصلا این خیالش نیست عزیزشو از دست داده. یعنی شاید هم واقعا میخوایم یکمی نرمال باشیم تو اون شرایط، ولی به خاطر اون دیدی اشتباهی که میاد روی ما، ما سعی میکنیم که با اینکه شاید میدونیم اشتباه است، ولی سعی میکنیم خب باشه پس توی همون اشتباه بمونیم. تو همون اشتباه دقیقاً. و اصلا حالا بگیم اصلا نقش یه زن تو این میون چی هست؟ اصلا یه زن وقتی میخواد سوگواری بکنه، ما اصلا البته عزیزان به شما میگیم که اصلا ما نمیخوایم اینجا در واقع یه نسخه بپیچیم بگیم که واقعا چی کار با اولین، به نظر من اولین کاری که آدم باید بکنه با احساسات خودمون پیش ببریم. تمام افرادی که دور و بر ما هستن و نمیگم از یاد ببرین، اما اول به احساس خودمون، به قلب خودمون گوش بدیم، ببینیم واقعا این توی این شرایط بهترین. حالا میتونیم یه قسمتی هم از برنامه قبل یادآور بشیم حکمتی که بعد اینجا به کار ببریم و چیه. اگه من امروز دو تا بچه کوچیک دارم، شوهرم رو از دست دادم، آیا من باید برای شوهرم ماها عزاداری بکنم؟ اون عزاداری هست واقعا، من تو قلب من همیشه اون درد خواهد بود، درد از دست دادن خواهد بود، اما من باید نگاه کنم که من باید برای بچه های خودم زندگی کنم. من یادم نسرین جان، تو هم یه مثالی از برادر زنتون گفتین. من برادر کوچیکم وقتی که فوت کرد، حالا عزیزان میگن این بابا این بنده خدایی فقط از خود عزیزاش دست داده، برادرم وقتی که فوت کرد خانومش خیلی، واکنش این زن جوان برای من خیلی جالب بود. خب شوهر جوانشو خیلی در واقع یک دفعه از دست داد و حالا خودش مونده با یه دختر 5 ساله. خب خودش هم اعضای خانوادهشو از قبل از دست داده بود، اما خیلی قشنگ رفتار کرد به عنوان یک زن که در جایگاه مادر هست. اولین کاری که کرد فوراً این بچه رو برد پیش مشاور که بگو که اصلا از فکر کنم تو مراسم عزاداری هم اصلا این بچه رو توی مراسم نیاوردن و اصلا نگفتن که پدر تو فوت شده. یعنی میذاشتنش پیش دوستاشون و پیش افرادی که بچه های کوچیک دارن که این توی همون شادی باشه فعلا، تا از مشاور بپرسن که ما چطور رفتار کنیم. و من دقیقا یادمه که این بچه رو برد پیش مشاور تو همون هفته اول توی اون شرایط، و این کارش واقعا برای من تحسین برانگیز بود که با این همه درد و فشار و شوکی که خودش داره چقدر به فکر در واقع بچه هست، چون الان توی جایگاه مادره. دقیقا. و
حالا اینم ذکر بکنیم به عزیزان که ما نمیگیم که همه میتونن تو هر شرایطی همون تصمیماتی رو بگیرن که افراد دیگه میگیرن. نه، چون شرایط متفاوته. شرایط متفاوته. ممکن اصلا من توانایی مالی رو نداشته باشم که حالا بچه هم پیش مشاور ببرم. اما فقط میخوایم اینو عزیزان بفهمن که ما نباید یه جوری بی تفاوت هم باشیم دقیقا، و یه جوری رفتار کنیم که اون دنبال اون شخص حالا مرده ما هم خودمون زندگیمون یادمون بره. قدم های درست، قدم های کوچیک میتونه به ما قوت بده، کم کم ما رو روی پای خودمون بیستونه. نسرین جان دقیقا، و این که واقعا به عنوان افرادی هم که حالا شاید توی این لحظه ما کسی از دست ندادیم ولی رفتیم که میخواییم مثلا یه نفر رو تسلی بدیم یا یه نفری هست که عزیزش رو از دست داده، ما در واقع حالا به اصطلاح خودمون نمک دیگه رو زخممون نپاشیم، یعنی کمکش کنیم که اون روند طبیعی رو طی کنه و کم کم بیاد بیرون، نه اینکه ما هم داغ‌ترش کنیم و سوقش بدیم که اتفاقا بمون توی این شرایط. یه مثال دیگه هم یادم هست، گفتی از بختیاری ها گفتی که خیلی اونم برای من جالب بودن، مطمئنم برای بیننده های اونایی که اصلا نمیدونن برایشون هم جالب میشه، یه توضیح هم میدی راجبه؟ آره، من توی مراسمی رفتم که خب برای اولین بار بود که اینقدر مراسم در واقع خیلی سوزناک عزاداری رو داشتم، میدیدم و میدیدم که ادیمی هم و همینطور که از در وارد میشن که میان تو دارن مثلا خودشونو میزنن شیون گریه زاری، بعد به یکی از اعضای خانواده‌ام گفتم که خب این الان چرا اینا اینجوری میکنن، گفت خب ببین این اصلا رسمه، اینا باید انقدر خودشون بزن و یه عده باید برن بگن که نه دیگه حالا شما این کارو نکنید و اینا، بس. گفتم حالا اگه اون عده نیام بگن چی میشه؟ گفت نمیدونم دیگه، این باید خودشون یعنی در واقع یه تیکایی هم انگار یه تئاتره که تو مجبوری تئاتر بازی کنی، مجبوری تو فیلم بازی کنی و واقعا در واقع این نیست که فقط با این شیونا زجه زدنا ما بگیم آقا مثلا بگیم ما غمگین هستیم، ما ناراحت هستیم، چون شاید یه نفر خیلی تودار باشه ده. شخصیت توداری باشه. حالا ما عزیزان تمام راجب این برنامه ها که این برنامه صحبت کردیم، ما میخواییم به یه جایی برسیم که تجربه خاصی رو از نسرین بشنویم که خودش توی مدت زمان خیلی کوتاه سه تا از عزیزان خیلی نزدیکش رو از دست داد و میخواییم شما با ما همگام باشین. امروز الان نسرینی که اینجا میبینیم واقعا نشسته و روی ما لبخند میزنه، از چه مسیرهایی گذشته، چطوری روی پای خودش ایستاده. اون من میدونم که در اون زمان با شرایطی که خودت داشتی، تو مادر بودی، یعنی تازه صاحب یه فرزند شدی و دور و برت هم هیچکی نبوده. من واقعا الان نمیتونم اصلا فکر کنم خودم رو میتونم نسرین جان جای تو بذارم که چطور اون فشارها رو تحمل کردی. اما میخوایم بگیم عزیزان در انتهای تاریکی امید هست، همونجور که خداوند ما به ما امید میده. امروز اگه شما خودتون رو توی تاریکی میبینید، عزیزی رو از دست دادین، دچار افسردگی شدین، ما میخواییم بهتون بگیم که برای شما نور و امیدی هست. یعنی الان وقتی من میبینم نسرین اینجا نشسته میتونه برنامه اجرا کنه، میتونه به زندگی خودش ادامه بده، پس میتونم بگم برای شما هم امید هست، برای شما هم عزیزان نوری هست که میتونین بهش نگاه کنین و قوت بگیرین. حتما من در برنامه بعدی خیلی بیشتر باز خواهم کرد که چقدر شرایط سخت بوده بر من و چرا اینطور بوده و چرا من نتونستم توی اون سیر طبیعی رو در واقع طی کنم و با مشکلات عدیده روبرو شدم، اما از این بحران بیرون اومدم. پس با ما باشید با جلسه بعدی سوگواری. موسیقی